در مورد ارتباط بنده با بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروس در زمان سفارت بنده. بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک رفتم با ایران ارتباط داشت، به ایران سفر میکرد، با قسمت‌های مختلف با شهرداری‌ها ارتباط داشت. اون چه که من انجام دادم این بود که این ارتباطات رو در واقع محدود و منظم کردم و هر دفعه اینها موظف بودن بیان به من گزارش بدن که چه کار میکنن که اجازه ندهم خارج از منافع ملی کاری در این زمینه صورت بگیره. بعدها که آقای کیان تاجبخش که نماینده بنیاد جامعه باز در ایران بود در ایران دستگیر شد، این رو به عنوان اعتراف مطرح کرد که من میرفتم و به ظریف گزارش میدادم و حتی پیشنویس نامه هاش رو مینوشتم. این یک واقعیته که بنده به جای اینکه این اعترافات آقای جواد ظریف خیلی مهمه، خیلی قابل تفکر هست، تفکر بر این مسئله بسیار مهمه، نباید آسان از کنارش بگذاریم. ایشون خودش به عنوان وزیر خارجه الان و پیش از این به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک اعتراف میکنه که نماینده، نه نماینده استعمار جدید جهان اقتصاد در ایران که بوده آقای کیان تاجبخش، ایشون که رئیس این استعمار نوین جهانی در ایران بوده گزارش هاشو به ایشون میداده. یعنی چی؟ یعنی ایشون درجهش خیلی بالاتر از این حرفا بوده، حتی پیش از این که ایشون فیر ایران در سازمان ملل پیداست که با این تشکیلات کار میکرده. آقای آنتونی ریکتر که نماینده جورج سوروس هست در خاورمیانه از قدیمشون استخدام کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده یحیی کیان تاجبخش هستم، متولد تهران 1340، فرزند سیروس. کیان تاجبخش از 7 سالگی به انگلستان رفت و تا فوق لیسانس را در همان کشور خواند. سال 1363 به آمریکا مهاجرت کرد و دکترای جامعه شناسی شهری گرفت. سال 1376، سال تحولات کلیدی در ایران، تاجبخش به دیدار فردی رفت در بنیاد جامعه باز متعلق به جورج سوروس. این فرد آنتونی ریکتر مدیر بخش خاورمیانه این بنیاد بود. او طرح پژوهشی را ارائه کرد که موضوعش پتانسیل های شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران بود. ریکتر از او خواست برای عملی کردن این طرح به ایران برود. تاجبخش به ایران آمد. در وزارت کشور با مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور آشنا شد و همچنین با یکی از اطلاعاتی های کهنکار کشور سعید حجاریان. موضوع گفتگو با این دو نفر نحوه تحقق جامعه مدنی در ایران بود. حجاریان فرمودند که این مطلب چارچوب جدید سرمایه اجتماعی مفید است، به این علت که دوره سرمایه انقلابی به پایان رسیده و الان ما باید سرمایه اجتماعی نوین رو برای سازندگی جایگزین کنیم برای اون سرمایه انقلابی. با همکاری چهره های مختلف سیاسی و دانشگاهی این موضوع سرمایه اجتماعی به تصویب قانون مملکت در مجلس ششم رسید. قانون مملکت در مجلس ششم رسید. ورود مدیر ارشد بنیاد سوروس به ایران در 1381-82 به دعوت رسمی وزارت امور خارجه که ورود آقای ریکتر به ایران باعث شد که ایشون فرصت پیدا کنه که با چهره های دولتی و غیر دولتی ملاقات کرده و با پیشنهادهای پروژه های مختلف کار عملی در ایران شروع شد. حاشیه امن برای
فعالیت‌ها و همکاری‌ها بین عناصر داخل کشور و بیرون کشور ایجاد شد که این منجر به عدم حساسیت نظام نسبت به اهداف درازمدت این برنامه‌ها شد. بنده به عنوان مشاور رسمی بنیاد سروس به دولت جمهوری اسلامی ایران رسما و آشکارا معرفی شدم. بنده به عنوان مشاور رسمی بنیاد سروس به دولت جمهوری اسلامی ایران رسما و آشکارا معرفی شدم. به گفته تاج بخش، محمد اطشانفر از نخستین افراد اصلاح طلب بود که با بنیاد سروس رابطه برقرار کرد. اگر ما یکی از اولین نمونه های این برگزاری ارتباط سفر آقای اطریانفر به بنیاد سروس قبل از سال 76 ببینیم، می توانیم نهایتاً به ملاقات مستقیم جناب آقای خاتمی با آقای سروس در نیویورک در حدود 1385 ما ببینیم. جناب آقای محمد جواد ظریف که مسئولیت این جریان رو به عهده دارد، در زمانی که در نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هست، های بنیاد جورج سروس رو به داخل ایران ایشون باز می‌کند. نامه می نویسد به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل به وزیر بهداشت وقت دولت خاتمی و دو نفر رو معرفی می‌کند که اینها متخصصین امور بهداشت و پزشکی هستند، برای همکاری با دولت اصلاحات میخوان به ایران بیان. این دو نفر برادری هستن به نام پزشکان علایی. اینا دستگیر میشن با معرفی آقای ظریف به ایران که میاین، در ماجراهای بعد دستگیر میشن. اینجا ورود اول بنیاد جورج سروس با این نامه است که جناب آقای ظریف به دولت وقت مینویسن، که اینا همه در اسناد بازجویی ها و محاکمه اینها موجوده. سند سومی که اینجا هست موضوع کیان تاجبخشه، فردی که این تیم نیویورکی ها رو به طور کلی مدیریت می کرده و مسئول میز ایران در بنیاد جورج سروس هست، فردیست به نام آنتونی ریچتر. کیان تاجبخش می گفته ما 6 ماه یک بار می رفتیم به نیویورک، به دفتر ظریف می رفتیم، گزارش پیشرفت خودمان رو در ایران برای برنامه های این بنیاد به ایشان می دادیم و با مسئول خاورمیانه و شمال افریقای این بنیاد که آنتونی ریچتر بود ملاقات می کردیم. در زمان در مورد ارتباط بنده با بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروس در زمان سفارت بنده، بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک رفتم با ایران ارتباط داشت.